من افضلم یا عیسی، آخر کلام. من افضلم یا عیسی. عیسی ابن مریم، مریم بنت عمران، یه دختر 18 ساله شبان روز تو محراب است. و کفلها زکریا کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. شب تا صبح نماز میخوند، روزه هم روزه بود، افطارش هم هر چه زکریا میومد میدید افطار و سحرش به نص قرآن کریم کنار محرابشه، میگفت انا لک هذا مریم، این قضا افطار و سحر تو کی میاره؟ گفت ملائکه از آسمون میارن. این مریم است، این مریمه. جبرئیل ارسلنا، سوره مریم است، ارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. خدای منان میفرماد من جبرئیل را به صورت انسان فرستادم، گفتم فنفخنا فی، برو فوت کن توش. عیسی ابن مریم حامله شده. وقتی این مریم با این شب عبادتی، با این روزا، با اون افطار سحر بهشتی، با این جبرئیل، با این فوت کردن، با این حاملگی تو مسجد قدس بیت المقدس، وقتی میخواد بزاد، جبرئیل اومد گفت مریم خانوم، گفت بله، گفت اینجا مسجده، گفت یعنی چی؟ گفت زایش کار نیست، گفت یعنی چی؟ گفت یعنی برو بیرون، برو بیرون. اومده نشسته بیرون، چی چی بخورم؟ گفت حزی الهی که به جذع نخله تو ساقت الهی که رطبن جنی، یا درخت ها تکون بده خورما بریزه بخور. بیرونش کردم. اما من، مادرم یک زن خانه‌دار بود، فرزند اولش طالب بود، فرزند دومش عقیل بود، سومی جعفر بود، چهارمی من بودم، من بچه چهارم بودم. مادرم یک زن خانه‌دار معمولی در بین انسان‌ها بود، ولی چه معمولی؟ کعبه را قیاس کن با بیت المقدس. مادرم آمد کنار کعبه دعا کند خدا حملش آسان کند، دروا نشد که بگن کلید داشتن، قلدر بودن، قدرتمند بودن، زایمانش نتوکد، دیوار وا شد، دیوار وا شد، همه نوشتن جور جور داشت مسیحی، الامام علی صوت العدالت الانسانی، همه نوشتن.